یکی از جذابترین پرندگان شکاری دنیا و بزرگترین پرنده دارای توانایی پرواز در دنیا که در آمریکای جنوبی زندگی میکنه کسی نیست جز رخ کرکس آند شکوهمند. تو این ویدیو نگاهی میندازیم به قوی ترین کرکس روی زمین، به زیستگاهش و همینطور همه چیز درباره منوی غذاییش. نام لاتین این پرنده زیبای شکاری ولتر گریفوس هست. رخ کرکس آند تنها عضو گروهش به نام ولترها هست که ناراحت کننده است، اما یکی از چیزهایی که این پرنده را منحصر به فرد میکنه. دانشمندان فسیل‌هایی از گونه‌های منقرض شده اعضای مختلف خانواده ولتر کشف کردند که مربوط به دوره پلیوسن بودن و باور بر اینه که رخ کرکس آند از دوره پلیوسن تا به امروز روی زمین پرواز میکنه. نزدیکترین خیشاوند رخ کرکس آند که تا چند سال اخیر آزادانه پرواز میکرد اما متاسفانه به لطف انسانها تقریبا منقرض شده، کرکس کالیفرنیایی هست. این گونه تقریبا در طبیعت نابود شده بود و در سال 1987 پرنده های باقی مونده گرفته شدن تا این گونه نجات پیدا کنه. امروزه فقط حدود 518 کرکس کالیفرنیایی در دنیا هست و اونا به شدت در خطر انقراضن. امیدواریم کرکس های آندم خودشونو توی اون شرایط پیدا نکنن. این پرنده دنیای جدید در سال 1758 در دهمین ویرایش سیستمان ناتورای کارل لینه به دنیای ما معرفی شد. اون به این پرنده نام کندور رو داد، برگرفته شده از کلمه‌ای که بومیان به این موجود در زبان خودشون میگفتن، کنتور. کرکس‌های آند و کالیفرنیایی هر دو به عنوان کرکس‌های دنیای جدید شناخته میشن، در مقابل گونه‌های کرکس دنیای قدیم که شامل گروه‌های گیپاتینا میشن. با اینکه همه این پرنده‌ها خیلی شبیه هم به نظر میرسن، اما این خانواده‌ها خیلی به هم نزدیک نیستن. زیستگاه این شکارچی آمریکای جنوبیه. این پرنده سبک زندگی داره که با اسمش جور در میاد. در همه جای کشورهای آندی مثل بولیوی، پرو، اکوادور، شیلی و حتی آرژانتین زندگی میکنه. به ندرت ممکنه در کولومبیا و ونزوئلا هم دیده بشه، اما احتمالش خیلی کمه. این شکارچی دشت‌های باز و مناطق بدون جنگل رو ترجیح میده که توشون راحت تر میتونه یک وعده خوشمزه پیدا کنه و بخوره. رخ کرکس آند در ارتفاعات زیاد پرواز میکنه و اگه جایی رو برای زندگی انتخاب کنه حتما در بلندی ها انتخاب میکنه، تا ارتفاع 5000 متری از سطح دریا. این کرکس اغلب وقتش رو توی آسمون میگذرونه و دنبال یک حیوان مرده تازه یا نچندان تازه میگرده و میخوردش. دانشمندان برای مدت طولانی نمیتونستن بفهمن که این پرنده با اندازه و وزن عظیمش چطور میتونه پرواز کنه. اون بزرگترین پرنده پروازی روی کره زمینه. رخ کرکس آند از جریان‌های هوای گرم استفاده می‌کنه که بهش کمک می‌کنه در آسمون بمونه و به ندرت بالهاشو تکون میده. رکورد فعلی در سال 2020 ثبت شده که نشون میده یک رخ کرکس آند حدود 5 ساعت بدون حتی یک بار تکون دادن بالهاش پرواز کرده. این پرنده مسافت 172 کیلومتری رو در حال پرواز پوشش داده. اما ظاهر رخ کرکس آند بسیار ویژه است. کرکس های آند نشونه های متمایز جنسیتی دارن و تنها گونه کرکس های دنیای جدید هستن که این ویژگی رو دارن.
نرها معمولاً از ماده ها بزرگترن و هم نرها و هم ماده ها پرهای سیاه دارن. اما نرها همچنین یک تاج روی سرشون دارن و چشمان زرد. ماده ها بدون تاج هستن و چشمهاشون قرمزه. اونا خیلی سنگین وزنن. کرکس های آند ماده میتونن تا 11 کیلوگرم و نرها تا 15 کیلوگرم وزن داشته باشن. این کرکس ها میتونن تا 1.3 متر طول و تا 3.2 متر دهانه بال داشته باشن. فقط 3 گونه دیگه پرنده هستن که دهانه بال بزرگتری دارن که واقعا تحسین برانگیزه. باور بر اینه که 15 کیلوگرم حدیه که بعد از اون برای یک پرنده دیگه ممکن نیست پرواز کنه. بجز پرهای سیاه، هم نرها و هم ماده ها پرهای ثانویه سفید روی بالشون دارن. همچنین سرهاشون بدون پره. اما جوجه های رخ کرکس آند پرهای قهوه‌ای دارن و فقط وقتی کرکس به بلوغ جنسی میرسه پرهاش سیاه میشه. این اتفاق وقتی میفته که حدود 5 یا 6 سالشونه. کرکس های آند هرچند خیلی ساکتن ولی میتونن عشق واقعی رو به شریکاشون نشون بدن، چون این پرنده های عاشق تا آخر عمر با یک جفت میمونن. اونا یک جفت تشکیل میدن و هر 2 تا 3 سال یک بچه کرکس کوچولو به دنیا میارن. اگه تخم سال قبل نشکنه، اونا بعد از 1 یا 2 سال دوباره امتحان میکنن. این پرنده ها لونه نمیسازن و ترجیح میدن در غارهای تاریک توی کوه ها زندگی کنن. در طبیعت میتونن تا 50 سال عمر کنن، اما در اسارت بعضی نمونه ها تو سن 80 سالگی مردن. کرکس های آند طرفدار بهره‌وری انرژی هستن و فقط چیزی رو میخورن که از قبل مرده. معمولاً این پرنده ها به دنبال جسد شترها، گوزنها، آلپاکاها، خرگوشها و حیوانات خانگی میرن. اونایی که نزدیک ساحل زندگی میکنن میتونن از حیوانات دریایی بزرگ، ترجیحاً پستاندارانی مثل شیرهای دریایی و نهنگها تغذیه کنن. البته اگه بتونن لاشه هاشونو پیدا کنن. همچنین کرکس های آند میتونن آرمادیلوها رو هم بخورن، چون منقار قویشون میتونه استخونهای محکم و پوسته این حیوانو بشکنه. گاهی اوقات این پرنده ها به دنبال حیوانات کوچیکتر میرن اگه نتونن لاشهی که میخوانو پیدا کنن. اما طبیعت معمولا گزینه های کافی روی میز این پرنده میذاره تا از لاشه های حیوانات دیگه با خانوادش لذت ببره. اسید معده کرکس ها بسیار نیرومنده و به کمک این اسید باکتری های سیاه زخم، سم بوتولینوم و وبا که برای دیگر حیوانات میتونه مرگبار باشه رو از بین میبره. به جز این که یک پرنده فوق‌العاده است، رخ کرکس آند اهمیت فرهنگی زیادی برای کشورهایی که توش زندگی میکنه داره. در خیلی از منابع اسطوره‌ای ظاهر میشه و اینکاها حتی باور داشتن که این پرنده نماینده جاودانه آسمانه. رخ کرکس آند روی نشان ملی کشورهای کولومبیا، پرو، شیلی، بولیوی، اکوادور و ونزوئلا ظاهر میشه و نماد خیلی از کشورها و مناطق آمریکای جنوبیه. متاسفانه با وجود این که بخش بزرگی از فرهنگشونه، رخ کرکس آند هنوز باید با کارای بدی که آدم ها باهاش میکنن کنار بیاد. از سال 1970 این پرنده به عنوان یک گونه در معرض خطر شناخته شده. البته این اتفاق به دلایل زیادی میفته
اما اصلی ترینش همچنان دخالت‌های انسانیه. همچنین چون این کرکس‌ها به ندرت تولید مثل می‌کنن، هیچ جوابی ندارن برای آدم‌هایی که هنوز کرکس‌های آن رو شکار می‌کنن و زیستگاهشون رو با زباله‌های سمی آلوده می‌کنن. امروزه فقط حدود 3000 نمونه در طبیعت و اسارت داریم و به لطف بنیادها و شرکت‌های زیادی این تعداد در حال افزایشه، اما خیلی آهسته. پس هنوز هم به کمک ما نیاز دارن. اگه به دنیای حیوانات علاقه داری کانالمونو سابسکرایب کن و دکمه زنگولش هم بزن تا وقتی ویدیوهای جدید گذاشتیم با خبر بشی. و اگه این ویدیو رو دوست داشتی یادت نره که لایکش کنی. با مغز باز همراه باشید.